پرواز مروری بر شرح احوال بعضی از مؤمنین اولیه دیانت بهایی با هنرمندی شهاب رحمانی، گوینده ترانه صمیمی. این برنامه بخش پنجم از شرح احوال آقا محمد فاضل قائنی ملقب به نبیل اکبر برگرفته از کتاب مصابیح هدایت نوشته عزیز الله سلیمانی اردکانی. در بخش‌های گذشته شنیدید که فاضل قائنی که از دانشمندان کم نظیر اسلامی در زمان خود محسوب می‌شد، به آیین بابی مؤمن گشت و به عتبات عالیات رفت و از 6 تن از مجتهدین بزرگ که در رأس همه آنها شیخ مرتضی انصاری بود، 6 اجازه اجتهاد گرفت. قبلاً هم از شاگردان ممتاز حاج ملا هادی سبزواری بود. در بغداد چند بار حضور حضرت بهاءالله مشرف گردید. با اینکه در آن زمان کسی به مقام حضرت بهاءالله واقف نبود و ایشان برای عموم در مورد مقام خود اظهاری نفرموده بودند، فاضل احساس کرد ایشان علمی الهی دارند. حضرت بهاءالله هم عنایتاً راز پنهان را برای فاضل فاش ساخته به او امر فرمودند به وطن مراجعت کند و افراد مستعد را با آیین حضرت باب آشنا کند. ابتدا مردم قائن از او استقبال خوبی کردند، ولی وقتی فهمیدند که او بابی است، مخالفت علیه او آغاز شد. اسیر و محبوس شد و شکایتش را به والی خراسان بردند. اما والی به او محبت کرد و به قائن فرستادش. بالاخره در اثر مخالفت‌های اهالی به تهران رفت. در آن زمان دیگر حضرت بهاءالله آیین بهایی را تأسیس فرموده بودند و اکثر بابیان بهایی شده بودند. بهاییان تهران از علم او بهره می بردند، اما همچنان تحت تعقیب بود و 1 ماه پس از ازدواج مجبور شد به قزوین برود و در آن شهر تصمیم گرفت به حضور حضرت بهاءالله مشرف شود. پس از تشرف به ایران مراجعت کرد و به شهرهای مختلف برای ابلاغ آیین الهی سفر می کرد. حال بشنوید ادامه شرح احوال آقا محمد فاضل قائنی ملقب به نبیل اکبر را. این بسته قند و چای و این چیزها برای چیست؟ عماد الملک حاکم طبس برای من فرستاده و خواهش کرده است که به طبس نروم. عجیب است، ایشان خود بهایی است و بسیار با اقتدار، چه شده که حرفش را تغییر داده؟ خودش چندی قبل از من دعوت کرد که به طبس بیایم. نمیفهمم، عجیب است. آخوندهای شهر قوغا به راه انداختند که اگر من به طبس بروم چنین و چنان خواهند کرد. عماد الملک با اینکه حاکم مقتدری بود، احساس کرد اگر در شهر شورشی علیه بهائیان به راه بیفتد، آرام کردن شهر بسیار سخت خواهد شد. فاضل هم اجباراً به یزد سفر کرد و چند نامه گلایه آمیز و البته در بعضی مواقع تند به چند نفر از اهالی و علمای طبس نوشت. این نامه را به میرزا آقا بابای صاحبکار نوشتم. مفصل است؟ خب لازم بود که از ایشان و دوستان گلایه کنم. حدوداً 7-8 صفحه می شود. این هم برای آقا محمد رضا عالم طبس است که برایش نوشتم که از غلبه حق ترسیدید و به دعوا و جدال متوسل شدید.
به او گفتم از ابتدای ظهور این آیین شما که از مسیر انصاف خارج نشده بودید و به سلامت نفس معروف بودید و چند بار هم که ملاقات کردیم اظهار محبت فرمودید و ابدا رفتار یا گفتاری که مشابه دیگران باشد از شما دیده نشد و من و سایر دوستان از این شیوه بسیار ممنون بودیم و در همه جا ذکر انصافتان می رفت. چه شد که به عماد الملک پیغام دادی که اگر فلانی به توس بیاید حکم به چنین و چنان خواهم داد؟ مشابه این نامه را به دو نفر دیگر نیز نوشت و آنها را به خود واگذاشت و در حقشان دعا کرد. چرا میخندم؟ احوال من مثل احوال ابو علی سینا شده. او از بخارا فرار کرد و به طرف ایران رفت. وقتی وارد همدان شد مشاهده نمود شکل او را کشیده در میدانی گذاشتند تا اگر وارد این شهر شود او را به مأمورین حکومتی نشان دهند. حکیم به یکی از دوستانش گفت من چنان بزرگ شدم که دنیا برای من تنگ گشته. حال من نیز مانند آن حکیم است. چنان به اسم بهاییت مشهور شدم که ایران با این وسعت مرا نگهداری نمیتواند بکند. سفرهای فاضل به شهرهای مختلف ایران ادامه داشت و مأمورین شاه به دنبال او. این چه ظلمیست، چقدر بی انصافند. این دو برادر جوهر خلوص و محبت بودند. عجب ظلم، عجب ظلم. بله بله می دانم آنها از آن آخون طلبکار بودند. او هم برای اینکه پولشان را ندهد فتوای قتلشان را داد. آه خداوند، چه بر سر شریعت رسول الله آمده، چه کسانی بر جان و مال مردم حاکمند. وقتی فاضل در یزد بود خبر کشته شدن دو نفر از بهائیان مظلوم اصفهان به گوشش رسید. جمعی از بهائیان یزد به مشورت پرداختند تا چگونه دادخواهی کنند. آقایان، ما که در این سرزمین خودمان صدایمان به هیچ کجا نمی رسد، چه فایده که به دولت و شاه عریضه بنویسیم و دادخواهی کنیم؟ بالاخره پس از مشورت تصمیم بر این شد که برای دادخواهی از دولت‌های روس و انگلیس کمک بخواهند. بنابراین عریضه‌ای به ساحت حضرت بهاءالله فرستادند تا کسب تکلیف کنند. عجب در اشتباه بودیم. حضرت بهاءالله طی مکتوبی با کلامی شیرین پاسخ ما را دادند. ایشان به ما فرمودند که آنها، منظور دولت‌های روس و انگلیس، قادر نیستند حوائج خودشان را برطرف کنند. چگونه می‌توانند به مشکلات شما رسیدگی کنند و نیازهای شما را برطرف نمایند؟ دوستان بهایی دیگر از مراجعه به دولت‌های روس و انگلیس منصرف شدند. فاضل هم به خواهش بهاییان آذربایجان به آن مناطق رفت و مدت طولانی در آنجا به خدمت مشغول بود. بله، دیگر کافی بود اقامت در آذربایجان. برای همین به قزوین برگشتم و پس از مدتی به اینجا تهران آمدم. ولی گویا علمای شهر از ورود این جانب مکدرند و شکوه به ناصرالدین شاه بردند و خواستار دستگیری و قتل من شده اند. نمی دانم چه باید کرد. دوستان بهایی فاضل را از بیراهه به سمت خراسان فرستادند و پس از مدتی وارد سبزوار شد. گرچه عمامه بر سر نداشت ولی در کاروانسرایی که اقامت کرده بود
مامورین حکومتی او را شناختند و نزد حاکم بردند که از شاهزادگان قاجار بود. حاکم گفت: عجیب است، تو که مرد دانشمندی هستی و در همین شهر از محضر حاج ملا هادی سبزواری کسب فیض کردی و در عتبات عالیات از شیخ مرتضی انصاری و 5 تن دیگر اجازه اجتهاد گرفته ای، مرید حسین علی بها باشی. حضرت بالا، درست می فرمایید. مدارج علمی من کم نیست و فطرت انسان طوری است که همه می خواهند او را آقا بدانند، حتی اگر بی سواد باشد. من هم نمی خواستم تابع حضرت بهاءالله باشم. حتی در مجالسی که ایشان تشریف داشتند، من در رأس مجلس می نشستم و فرصت حرف زدن به ایشان نمی دادم. در بغداد بزرگان آیین بابی مثل حاج سید جواد کربلایی و مقدس خراسانی در محضر من مانند بنده ذلیل بودند. اما روزی که دریای بیان حضرت بهاءالله به موج آمد و شروع به صحبت کردند، فهمیدم که من مانند قطره کوچکم و ایشان اقیانوس اعظم. اکنون اقرار میکنم در دام ارادت حضرت بهاءالله گرفتارم و توانایی رهایی ندارم. هر کار میخواهید با من بکنید، من تسلیم. بکشید، اسیر کنید، هر تصمیمی بگیرید با کمال شوق آن را استقبال میکنم. حاکم از صداقت گفتار او متأثر شد و گفت: من تو را نادیده می انگارم، ولی همین حالا از این شهر برو. فاضل ابتدا به قوچان رفت و پس از آن به اتفاق دوستش قصد سرزمین روسیه کرد. چگونه از مرز عبور کنیم؟ ما که جواز عبور نداریم. اوه، ببین رئیس گمرک چگونه به ما نگاه می کند؟ رئیس گمرک سلام کرد و آنها جوابش دادند. سپس به فاضل گفت: چای حاضر است، بفرمایید چای میل کنید. بسیار ممنونیم، شرمساریم که نمی توانیم صبر کنیم، بسیار عجله داریم. خدا حافظ برادر. زودتر زودتر، باید از سرحد عبور کرد. خب، اینجا که به خیر گذشت، وارد مملکت روس شدیم. تمامی افراد گمرک روسیه بیرونند. به ایشان لبخند بزن و سری تکان بده. آها، خدا را شکر. سلام. لبخند بزن. خدا را شکر طلب تذکره نکردن. فاضل مدتی در عشق‌آباد ساکن شد و بهائیان این شهر حضور او را مغتنم شمرده از دانش وسیعش کسب فیض می کردند. همچنین در جلساتی که با حضور بهائیان و مسلمانان و مسیحیان تشکیل می شد شرکت می کرد. جناب ابوالفضائل گلپایگانی، چه مجلس کم نظیری! پیروان ادیان مختلف جمعند. شنیدم آقا سید ابراهیم قره‌باغی هم خواهند آمد. آمده است؟ کدام است؟ آن مرد که در بالای مجلس نشسته؟ معلوم است، آثار بغض و کینه و لجاجت در چهرهش نمودار است. گویا میخواهد چیزی به شما بگوید. سید گفت: این آیین تازه که شما آورده اید به دلیل نقلی حقانیتش را ثابت میکنید. من اثبات از روی قرآن و احادیث را قبول ندارم، دلیل عقلی از شما میخواهم. عجیب است، او که خود را متدین به دیانت اسلام میداند چرا قرآن و احادیث را قبول ندارد؟ میگوید حقانیت عقیده خود را با کلام الهی اثبات نکنید، با عقلتان ثابت کنید. عقل ما را بالاتر از کلام الله میداند. ابوالفضائل گفت: در این جمع عده‌ای از مسیحیان هم حاضرند. شما حقانیت حضرت رسول را
برای ایشان بر اساس عقل ثابت کنید تا من حقانیت حضرت بهاءالله را بهتر از شما برایتان ثابت کنم. سید از شنیدن این صحبت ابتدا مبهوت شد و چون قدرت استدلال نداشت شروع به اهانت کرد و صاحب خانه با ملایمت و ملاتفت پاسخ او را داد تا اینکه همه متفرق شدند. جناب ابوالفضائل، مایلید سفری به بخارا بکنیم؟ چه خوب، پس موافقید. مدتی در بخارا ساکن بود که گرفتار بیماری شد و نتوانست جان سالم به در برد و در تاریخ نهم ذیحجه 1309 هجری قمری در قربت روحش به عالم بالا پرواز کرد. البته در همان سال حضرت بهاءالله نیز عالم خاک را ترک فرمودند و حضرت عبدالبها فرزند ارشدشان جامعه بهایی را هدایت می‌فرمودند. ایشان به دوستان اشقابات دستور داده بودند که هر ساله 9 نفر به زیارت تربت فاضل به بخارا رفته زیارتنامه‌ای که به نام او صادر فرمودند را زیارت کنند. روحش شاد.